یک به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، آدم کشان، سیابازان، از همه چیز بی خبران، قوادان، خانم فروشان، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، دزدان و دزدان و دزدان و دزدان و شاگرد دزدان، از دزد بزرگ تا دزد کوچیک، تا دزد سپاهی سردار سپاه، تا دزد وزیر، تا دزد وکیل، تا دزد آخوند، تا دزد امام سیاه، تا دزد امام سفید، تا دزد اکبر و رهبر با طوله هاشون. این دزدی ها دزدی اسلامی ها. این دزدی ها با اجازه الله ها. الله اجازه دزدی به اینا داده که اینها وارثان خاتم النبیین بهشون بد نگذره. آیه نمیتونه براشون بفرسته ولی اجازه دزدی رو بهشون داده. شبا علی شیره‌ای وقتی که نعشه میشه با خدا حرف میزنه. حالا کدوم خدا؟ خدای خودشه، هر کسی خدا داره. به همه سفارش میکنه که مواظب باشن اسلام نو محمدی پابرجا بمونه. چرا؟ اگر این اسلام ناب نباشه، خب اینا رو پهنم که بارشون نمیکنن که. بابت اسلام، بابت الله که اینها بر مصدر قدرت نشستن و دزدی میکنن و پیروانشون هم ببعی هستن و میگن به. به نام الله طبقه هفتم آسمون خانم میفروشن، قاچاق میفروشن، میدزدن، مصادره میکنن، ایران میفروشن، تانکر نفت میفروشن، دزدی میکنن. از بانک ملی 27,000 میلیارد 27,000 میلیارد وام الپسنده میگیرن. این دزدی ها با اجازه اون اللهه. یه الله زیر زمین دارن اسمش امام زمونه، اون احتیاج به سهم امام داره. اونا رو میگیرن، چا میکنن، میریزن تو چا. همه ی آخوندار رو کفن کردم اگه دروغ بگم. اون الله زیرزمینی قرار ظهور بکنه، دو سوم مردم دنیا رو با یه شمشیر کله مال 1400 سال پیش گردن بزنه. آخونده هر روز میرن با آش صحبت میکنن، تایچا صبونه با هم دیگه میخورن، بعد آخونده میان بیرون کاغذ امام زمان رو نشون شما میدن. درود بر شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. دوستان عزیز، بحثی رو دیروز شروع کردیم راجع به شخصی که ایمیل برای من فرستاده بود و یه مقداری تناقضات توی حرفاش بود. بعد از اینکه برنامه تموم شد من دوباره ایمیل رو با دقت خوندم. گفتم که
من چرا جواب این ایشون اونجایی که میگه که در قرآن هیچ کجا اگر بتونم پیدا کنم میگه در قرآن هیچ کجا زور نگفته، نگفته به زور کاری رو بکنید. بله میگه قرآن فقط بد و خوب رو به من گفته. میگه برخلاف گفته های شما هیچ اجباری تو قرآن نیست، قرآن فقط بد و خوب رو گفته، گفته خودتون اختیار کنید. امیدوارم این دوست جوانسال ما یا کسی که شبیه جوانسالا می‌نویسه، چون بعدش یه حرفای عوضدگشی هم زده ولی اونا رو هم می‌خونم. من قضاوت رو ببین، قاضی من شما مردمی، قاضی من کسی نیست. هر کاری هم که می‌کنم یه دلیلی داره. روزی که می‌گفتم قرآن رو به فارسی بخونید، یه عده‌ای اومده بودن فکر میکردن من دارم تبلیغات اسلامی میکنم. مهم نیست در حال حاضر شما چی فکر بکنید، مهم اینه که در آخر کار من روسفید باشم. در قرآن در آیه های 61 و 62 سوره احزاب، 61 و 62 سوره احزاب، قرآن میگه غیر مسلمانان را بایستی ستمگرانه ترور کرد. من این آیه رو براتون میخونم. اگر منافقین و آنهایی که دارای قلب بیمارگونه هستند و نیز آنهایی که در شهر آشوب میکنند دست از کارهای خود نکشیدند، آنها افرادی ملعون هستند. این افراد را هر کجا یافتید دستگیر کنید، با ستمگری و بیرحمی آنها را بکشید. احزاب 61 و 62. خب یکی میاد بگه خب منافقو باید کشت. منافق میدونی کیه؟ کسیه که میگه آقا جان من میخوام دین خودم رو داشته باشم. یک زرتشتی نمیتونسته بگه من دین خودم رو میخوام داشته باشم، این منافق بوده. اینو قرآن دستور کشتنش داده و این آقا پسر یا کسی که شبیه آقا پسر رو نامه مینویسه، ایشون نخواسته سوره احزاب رو بخونه یا بعد گفته که خب اونا که منافق، قرآن منافقا رو میتونه بکشه. در آیه 216 سوره بقره، کشتار برای شما اجباری است، اگرچه شما از انجام چنین عملی بیزار و رویگردان باشید. شما اسمی نداری من صدات کنم، اسم تو مثلا میذارم بهرام. این آیه قرآن دارم برات میخونم. شما ممکن است از چیزی نفرت داشته باشید ولی آن برای شما نیکو باشد، و ممکن است برای شما چیزی را دوست داشته باشید ولی آن برایتان خوب نباشد. الله آن را میداند و شما نمیدانید. پس بنابراین چیکار کنید؟ کشتار برای شما اجباری است. چرا الله به مسلمان ها میگه کشتار برای شما اجباری است؟ به چه دلیل؟ کیو بکشن؟ هر کی زکات نده، هر کی باج نده، هر کسی بخواد اعتقاداتش رو حفظ بکنه، قرآن شما گفته بکشنش.
اینی که شما میگی کتاب ها رو قبول نداری، اگر اون کتاب ها نبود تو الان مسلمون نبودی. آخوندها این دین رو نگه داشتن که تو الان الله یا خدا یا قرآن یا هرچی خودت میگی قبول داری. نویسنده کتاب می نویسه در آیه بالا: الله عربستان برای بنده های عربش قتل و کشتار و ترور و نفرت و نابودی تجویز می کند و از عشق و مهر و محبت و دوستی و صمیمیت و همزیستی انسانی لب فرو می بندد و او این افروزه های ویرانگر را در کتاب مقدسی که برای آنها می فرستد مجاز می شمارد و برایشان اجباری می داند. آنها در جایگاه یک فرد انسان و بنده ناآگاه الله ممکن است از دست زدن به چنین اعمالی رویگردان باشد، ولی الله همه چیزدان بندگانش را ملزم به این کار می کند. من فقط میگم یه بار دیگه قرآن رو با دقت بخونید. مسلمان باید مرتد را بکشد. مرتد کیه؟ کسی که ایمان بیاره و بعد برگرده بگه نه آقا جون من اشتباه کردم، ایمان آوردم، من دیگه نمیخوام ایمان داشته باشم، این مرتده، غلط کرده، باید بکشنش. به گونه ای که در فصل چهارم شرح داده خواهد شد، محمد در چندین حدیث مجازات کسی را که از دین برمیگردد مرگ به شمار آورده است. در قرآن نیز اسلام افرادی را که از دین برگردند محکوم کرده و مجازات های شدیدی برایشان برشمرده است. آیه های زیر حاکی از سرنوشت آنهایی است که از اسلام برگردند و مجازات های آنها خواهد بود. اولین بار این کار رو ابوبکر به طور جمعی انجام داد. رسم برگزیدن رئیس یا پیغمبر یا هر چیزی پیشوا در عربستان این بود، می‌رفتن دست می‌دادن و بیعت می‌کردن. کسانی که با محمد بیعت می‌کردن باید می‌گفتن لا اله الا الله محمدن رسول الله. بعد محمد که از دنیا رفت، تعداد زیادی از این قبایل گفتن خب محمد مرد و ما دیگه نمیتونیم بریم غارت بکنیم 20%شو بدیم به اون، بقیه رو خودمون بخوریم به نام الله. گفتن ما دیگه نمیخوایم مسلمان باشیم، نمیخوایم، بیعتمون رو پس میگیریم چون محمد مرده. برگشتن رفتن سر زندگیشون. یکی از خونریزان و خونخاران عرب به نام خالد ابن ولید که محمد ایشان را به دلیل خونریزی زیاد سیف الله یعنی شمشیر الله، چون شما میگی در قرآن هیچ زوری در کار نی، اون شمشیرا رو واسه خیارپوست کندن لازم داشتن. ابوبکر سیف الله رو با لشکر فرستاد به سر اینا و اونقدر از اینها کشت. همون اسلامی که تو میگی هیچ اجباری توش نیست، همون قرآنی که میگی توش هیچی نیست، توش هیچ اجباری نیست، زوری نگفته، تا اومدن به دست به دامن ابوبکر شدن، گفتن این سگ رو بخون، اینو صداش کن، این خیلی داره آدم میکشه. بر مبنای این آیه ها میکشت. آیه 90 از سوره سوم: آنهایی که پس از ایمان آوردن کافر شدند و بر کفر خیش افزودند هیچگاه توبه آنها پذیرفته نخواهد شد و در حقیقت آنها از گمراهان خواهند بود. آیه 149 همون سوره 3: ای اهل ایمان،
اگر از کافران پیروی کنید آنها شما را باز از دین اسلام به کفر می‌گردانند، آنگاه شما هم مانند آنها از زیانکاران جهان خواهید بود. در آیه بعدی کافران آرزو دارند که شما مسلمان ها هم مانند آنها کافر شوید تا همه در کفر برابر باشید، پس آنها را تا در راه الله هجرت نکنند دوست نگیرید، و هرگاه مخالفت کردند هر کجا آنها را یافتید گرفته و به قتلشان برسانید، و از آنها نباید یار و دوستی برگزینید. سوره 4 سوره نساء آیه 89. در آیه 137 سوره نساء سوره 4 آنهایی که نخست ایمان آوردند سپس کافر شدند باز ایمان آورده و دیگر باره کافر شدند پس بر کفر خود افزودند، این افراد را الله نخواهد بخشید و به راهی هدایت نخواهد کرد. سوره 5 فکر کنم مائده باشه آیه 115. الله گفت من آن مائده را برای شما می‌فرستم، ولی هر کس پس از نزول مائده از دین برگردد او را عذابی کنم که هیچ یک از جهانیان را نکرده باشم. البته خود الله که هیچ وقت نیامده کسی رو کاری بکنه، سربازان بی پدر و مادرش میکنن. و در دستی کم در آیه بالا الله در تحمیل درد مجازات ترور و وحشیگری بر آفریده های ستمگرش هم پیشی می جوید. یعنی این دفعه دیگه نمیگه شما بکشینش، میگه خودم ترتیبشون رو میدم. در آیه 16 در آیه 106 سوره 16 الله میفرماید هر کسی بعد از آن که به الله ایمان آورد باز کافر شد خشم الله را به خود خواهد خرید و مجازاتی سخت در انتظارش خواهد بود. میدونی یه عرب وقتی میشنوه خشم الله مثلا راجب من هست چیه، میاد جای الله خودش سر من میبره که بره به بهشت. در آیه 107 تا 109 از سوره 16 الله می‌فرماید آنهایی را که از دین برمی‌گردند هدایت نخواهد کرد. الله بر دلها و گوشها و چشمای این افراد مهر زده است. بدون تردید در عالم آخرت این افراد از زیانکاران خواهند بود. در آیه 25 سوره 47 آنهایی که به راه راستگاری هدایت شدند باز از دین بازگشتند و مرتد شدند، اینها افرادی هستند که شیطان کفر را در نگرشان جلوگر ساخت و آنها را فریب داد. شما خیلی مواظب شیطان باش. الله در آیه 4 سوره الصف یه حرف خیلی قشنگی میزنه، میگه در حقیقت الله آنهایی را که در صفوف استوار و آهنین در راه او آدم میکشند دوست دارد. آیه 4 سوره الصف، یعنی اونجا که الله خشمگین میشه از دست من، اون آقایی که میاد منو میکشه الله اونو دوست داره. یه بار دیگه براتون میخونم آیه رو. در حقیقت الله آنهایی را که در صفوف استوار و آهنین در راه او آدم میکشند دوست دارد.
الله فرمان می‌دهد سر غیر مسلمان بریده و مسلمان به وسیله ارتکاب اعمال تروریستی آزمایش شود. در آیه 4 سوره محمد به پیامبرش فرمان می‌دهد که به مسلمانان بگوید او میل دارد آنها غیر مسلمانان را زندانی کنند، گردنشان را قطع نمایند و خونشان را بریزند. این آیه را براتون میخونم. شما مؤمنان، چون آیه 4 سوره محمد، شما مؤمنان چون با کافران روبرو شوید باید گردن آنها را بزنید. شما میگفتی زوری نیست در قرآن. من به شک میفتم که قرآن رو خونده باشی. آیه 4 سوره محمد. شما مؤمنان چون با کافران روبرو شوید باید گردن آنها را بزنید تا اینکه از خونریزی بسیار دشمن را از پا درآورید. پس از آن اسیران جنگ را محکم به بند بکشید که بعد آنها را یا آزاد سازید یا بفروشید، یعنی فدیه بگیرید، تا سختی‌های جنگ فرو نشیند. بفروشید پول بگیرید، سختی‌های جنگ فروکش میکنه. اگر الله میخواست خود از کافران انتقام میکشید و همه را هلاک میکرد، ولی برای آزمایش شما این کار را به شما واگذاشته است. این هم برای این که ما نگیم الله الله بی‌عرضه‌ایه. میخواد آزمایش کنه، آزمایشگاه درست کرده. الله در ترور غیر مسلمانان بر پیامبرش پیشی میگیرد و در دل آنها وحشت میکارد و به فرشتگان دستور میدهد گردن آنها را بزنند و انگشتانشان را قطع کنند. آیه های 12، 17 و 65 سوره انفال، قرآن تألیف الله. آیه های 12، 17، 65 سوره 8 سوره انفال. به یاد آر ای رسول آنگاه که الله تو به فرشتگان وحی کرد من با شمایم. مؤمنان را ثابت قدم بدارید که من ترس در دل کافران می افکنم تا گردنهایشان را بزنید. عجب زوری در کار نیست. و همه انگشتانشان را قطع کنید. اصلا اینا زور نیستش که. هم اللهت مبارک باشه هم قرآنت. ای مؤمنان، این قرآن آیه 17 سوره 8 همون سوره انفال. ای مؤمنان، نه شما بلکه الله کافران را کشت. و ای رسول، چون تو تیر افکندی، نه تو بلکه الله تیر افکند. رسول خدام تیراندازی میکرده که بکشه، چون اونا کافر بودن، نگفتن لا اله الا الله محمد. زوری در کار نیست، تیری در کاره، شمشیری در کاره. در آیه 65 سوره انفال سوره 8، ای رسول، مؤمنان را بر جنگ ترغیب کن که اگر 20 نفر از شما شکیبا باشید بر 200 نفر از دشمنان پیروز خواهید شد و اگر 100 نفر باشید بر 1000 نفر از کافران پیروز خواهید شد، زیرا آنها گروهی بیدانشند. بازم بخونم برات. البته فکر نکن من اینا رو برای تو میخونم. من اینا رو برای تماشاییان، این کسایی که این برنامه رو میشینن نگاه میکنن، میخونم که همه ما بدونیم اگر دفعه دیگه خواستیم دهنمونو باز کنیم و حرفی بزنیم، بدونیم راجع به چی داریم حرف میزنیم. من بقیه
نوشتار شما رو میخونم. من از اونهایی که برای حسین خودشون رو جرم میدن بدم میاد، قرآن و حسین هم بدشون میاد. قرآن هیچ کاری با حسین نداره، قرآن اصلا حسین رو نمیشناسه. حسین یه آدم عادی بوده که قبلا توسط پیامبر به امامت رسیده. اینم اشتباه میکنی، خیلی اطلاعاتت کمه، امامتی وجود نداشته. اینا برای خلافت میجنگیدن. محمدم راجب کسی حرف نزد، حتی برای خودشم جانشین درست نکرد. امامتی وجود نداره، امامت یه دروغه. اگه قبول ندارید برید بخونید. باشه چشم. حسین هیچ ارتباطی با خدا نداشته، خدا هم به او هیچ وحی و الهامی نکرده و این چیزهایی که تو کتابا مزخرف نوشته شده یه مش چرت و پرته. این آیت الله جدیده که اومده و این حسین قبول نداره، امام قبول داره. بعدم به من توصیه میکنه من برم بخونم. چشم. من میخوام از شما بپرسم از کجا میدونی که حسین الان داره پرده میزنه و عرق میخوره؟ من اینو نگفتم. من گفتم اگر تو باور میکنی که حسین رفته به کربلا و شهید شده، در دینی که تو از اون اسم قرآن شنیدی، در دینی که تو از اون اسم الله شنیدی، همه به جز تو میگن که حسین شهید شده. در همون دین میگن هر کی شهید بشه مستقیم میره بهشت، خدا واسش از اون پرده ها میاره. هر من نمیگم، دین و مذهب تو میگه. چون تو اگر قرآن قبول داری، اینهایی که این حرفا رو زدن قرآن رو به تو معرفی کردن، اونم به عربی، به فارسی بخون، یا حداقل اینایی رو که برات خوندم برو یه نگاهی دیگه بهش بکن، یه معذرت خواهی به خودت بدهکاری. عجلم نکن، حالا وقت داری. اگه سنت کمه، اگر خودتو به سن کمی زدی یه ماجرای دیگه یه نمیدونم. شما چیزی رو که تو قرآن میخونی نظر و استنباط شخصی خودت رو نکن تو سر مردم. ما کی نظر استنباط شخصی؟ ما گفتیم بریم بخونیم. پس ببین کج و رد صحبت میکنی. اگه همه برنامه من دیدی، همه رو شنیدی، یا یه دونش رو یهو از داشتی میرفتی از هموم تو آشپزخونه یه چایی با عباس خودت بریزی، یهو یه چیزی شنیدی، نشستی این ایمیل نوشتی، یا اینکه نمیخوام شک بیارم قصد و غرضی داری از نوشتن این ایمیل، به هر صورت من از این ایمیل دارم استفاده میکنم. شاید این تیکه هایی که من راجع به این خون ریزی الله و قرآن و محمد نوشته گفتم میخواستم مثلا آخر کار بخونم، ولی تو آوردیش جلو. حرفایی که من میزنم تو سر کسی نمیکنم، به همه میگم حرف کسی را قبول نکنید، اولیش من، برید خودتون بفهمید بخونید. ولی عزیز من برو بفهم. آخه همینجوری نشستن ببین دهن تکون دادن یا قلم تکون دادن کار آسونیه. من اینی که دارم میخونم میدونی برای چی میخونم؟ برای اینکه تعداد زیادی آدم اینو دارن گوش میدن و وقت اونا به تو میخندن. میگه اگر این کارو بکنی تو هم میشی مثل آخوندا. وقتی تو میای یه آیه از قرآن رو میخونی نگو این یعنی چه، بذار مردم خودشون قضاوت کنن.
حرفای بچگونه است. شما هم چه کاری دالا نکردم. چطور میدونی حسین علی اصغر رو برده جلوی دشمن گفته بهش تیر بزنی؟ چرت و پرت میگی. ببین بعضی وقتا من مجبورم بهت بگم، اونجا که دیگه خیلی چرت و پرت میگی خیلی باید دیگه، امیدوارم که تحت تأثیر داروی چیزی نباشی، چون این حرفایی که داری میزنی خودتی. من کسی نمیتونه تهمت به من بزنه حرفی رو که نزدم به من بچسبونه. اینکه 1400 سال پیش چی شده، یکی اینو نوشته یکی اونو نوشته، دهن به دهن گشته به اینجا رسیده، اینجا رو به خدا و قرآن ربط نده. بازم پرت و پلا میگی، چون خود قرآن هم 1400 سال پیش توسط عثمان و یه عده دیگه نوشته شده، نه به الله ربطی داره نه به محمد ربطی داره. هر کی اومد گفت اینم محمد گفته، اونم گذاشتن توش، یه چیزای شر و ور بود، اونا رو ریختن سوزوندن. تو از تمام کتابا، از تمام تاریخا، از همه چیز چسبیدی به قرآنی که نخوندی. حالا 100% میگم نخوندی. بخون، بازم برای من نامه بنویس. یک پاراگراف این آخرش نوشتی خیلی قشنگه، نوشتی هر کسی یه روز میاد یه روز میره، مهم کاریه که انجام داده. برای من این مهمه که ترس از مرگ و هیچ چیزی ندارم. اگه شما هم این حرف منو بفهمید حتما موفقید. هر چیزی بشه و هر اتفاقی بیفته، آخر آخر همه مرگه، و این چطور مردنه که مهمه. یه حرفا قشنگه، ولی وسطای کار یه جاهای خیلی یهو بچه 7-8 ساله میشی. راهی که داری میری خوبه، سعی کن هر چقدر میتونی بخونی. اینی که مخالفت کردی من دوست دارم، اینی که اومدی عقیده خودتو گفتی من دوست دارم، ولی اونجایی که از قول من نوشتی که من اینا رو گفتم، اونا یا اشتباه متوجه شدی یا مزخرفگویی کردی. ببخشید این لغتو باید بگم بهت، آدم وقتی میخواد نامه برای کسی بنویسه، من میدونم توی زمان شما این دین اسلام همه چیز رو از بین برده، در کشورهای شرقی مردم به موی سفید احترام میذاشتن، همین حالا خیلی کسا به من تلفن میکنن عقایدشون میگن، عقایدشون هم خیلی از مرحله پرته، ولی میگه آقا من 86 سالمه، من سکوت میکنم فقط گوش میدم، باهاش بحثم نمیکنم. این تربیتی است که ما بزرگ شدیم. اگه تو ژاپنم بری همین جوره، اگه چینم بری همین جوره، اگه هندم بری همین جوره. میدونی چی برای چی؟ برای اینکه ما شرقی ها با این تربیت بزرگ شدیم، ولی در دین اسلام هم چیزی وجود نداره. در دین اسلام شمشیر وجود داره، آدم کشی وجود داره، ترور وجود داره. الان که جلوی اسلام رو ول کردن، به جز آدم کشی، یعنی آدم کشی که میبینی همون آدم کشی زمان محمده، همینجوری تکرار شده اومده جلو. الان مطابق اون قرآنی که تو قبول داری، این تروریستا میگن ما باید غرب رو بریم بکشیم، زنای خوشگلشون رو ورداریم، مرداشون هم ببریم بازار برده فروشی درست کنیم، چون در قرآن دستور برده فروشی داده که برده رو چجوری باید باش رفتار کرد، چیکارش باید کرد. و امام هایی که تو قبول داری، چون امام گفتی، یکیش موسای کاظمه، مثلا موسای کاظم گفت کسی که با کنیز هم خوابگی بکنه هیچ وقت نمیره زن بگیره، چون لذتی که در کنیز هست در هیچ زنی نیست.
یعنی میرفت اجاره میکرد، میخرید یه شب یه زن و اینجاها ما بهش گفتیم تو شهر نو این کار میکردیم، ولی امام موسی کاظم وقتی میکرد این شرعیه. یکی از محصولات این شبا امام رضای توه. چون در بین عربا این حرفا مطرح نیست. پدر مأمون، پدر علی ابن موسر رضا رو کشت توی زندان. پسر هارون که مأمون بود تو خراسان توی توس نشسته بود، یه نامه نوشت برای کسی که پدرش به دست پدر این کشته شده، گفت پاشه بیا اینجا بشو ولیعهد من. نه ها گفت نه نه، سوار شد راه افتاد اومد. تو فرهنگ آریایی این کار رو نمی کنن. اگه الان می کنن این فرهنگ اسلامیه. اومد راحت بغل مأمون نشست و همه چی مرتب بود و این هم کنیز بازی شدش میکرد و کارش میکرد. اختلاف عقیده پیدا کرد با مأمون سر پول ها، نه فکر کنی سر ایران، نه سر دین، اینا مزخرفاته. سر پول، همه چی سر پول بود. پایه دین اسلام بر مبنای غارت و پوله. مأمون یه شب دعوتش کرد، انگور زهری گذاشت جلوش، گفت بخور، گفت نمیخورم. گفت بخور، گفت نمیخورم. گفت ببین میخوری کاکا هم میگی. مجبورش کرد انگور خورد، همونجا دراز که افتاد، خودشم رفت زیر تابوتش، تشییع جنازه شرکت کرد، دخترش هم گرفت برای پسرش. تو راجع به این آدم ها داری حرف میزنی، حالا همه چیزهایی که از 1400 سال پیش تا حالا اومده همه رو بریز دور. قرآن درست گفته مال الله بوده، من اونجا بودم دیدم الله داده به جبرئیل، شیرجه زده اومده پایین داده دست محمد. عزیز من، جان من، من همش دارم حرص میزنم، جوش میزنم به خردت مراجعه بکن. برات خوندم آیه هایی که قرآن لوح محفوظ بوده از اول دنیا، خود محمد گفته، تو قرآن هم گفته، دروغ گفته. برای اینکه اگه این تو لوح محفوظ بود، روزی که محمد میخواست اون دختر عمشو بده به پسر خوندش و ندیده بود اون رو، الله اومد گفت باید این کارو بکنی، تو حق نداری رو حرف محمد حرف بزنی، چون یارو میگفت این برده است، من زنش نمیشه. زینب بنت جحش معمولا اینا با خاله‌زاده و عمه‌زاده و اینا وصلت نمی کردن. گرو دید، دید عجب مالی، عجب تیکه‌ایه. به الله گفت محفوظ عوضش کن، یه کار دیگهش کن. یا آیه دیگه اومد که دختر خالت و دختر عمت و دختر دایی تو و دختر همه اینا با تو حلاله. به پسرم گفت اینا چیزش بکن. به زید گفت طلاقش بده، من خوشم اومده از این. آقا یه روزی آدم باید عقل پیدا کنه. این قرآنه دارم برات میگم، اینا تو قرآن نوشته شده، این حدیث نیست. و تو قرآن رو نخوندی. بخون قرآن رو، به من هر ایرادی میگیری من قبول دارم.
دلم میسوزه. 5 سال روی ایر دارم این حرفا رو میزنم، برای تو جوون دارم میزنم که بی مطالعه حرف نزنی. من همه شما رو مثل پسر دخترم نگاه میکنم، همه شما رو مثل بچه های خودم میبینم. فکر نکن از این که با من مخالفت کردی، من از اون بابت خوشحالم. من خوشحالم که یک جوون ایرانی در سن زیر 20 سال میگه آقا من مخالفم. خیلی قشنگه. اما آدم باید بفهمه و بگه، سرسری حرف نزنه. یا منو نمیشناسیم، تو میدونی من میرم دنبال ریزکاری، بگذاریم. به هر صورت سپاسگزارم از نامه‌ای که برام فرستادی. با سلام و درود بر شما آقای فاضلی، من یکی از مأموران این رژیم بودم، فردی بسیار مؤمن و معتقد به رژیم جمهوری اسلامی که پست نسبتاً بالایی در رژیم داشتم. ولی به مرور زمان چیزهایی از این مسئولان به اصطلاح مؤمن و معتقد به روز قیامت دیدم که به کل از این رژیم جدا شدم. یک شب هنگامی که از پایگاه خارج شدم یادم آمد اسلحه‌ام را جا گذاشتم. وقتی برگشتم صحنه ای را دیدم، جا خوردم، دیدم که فرمانده پایگاه دارد به پسر بچه 13 ساله‌ای تعرض می کند. زمانی که من را دید جا خورد، کلی ناسزا به من گفت که چرا به پایگاه برگشتی، و جالب این است که به من هم تعارف کرد. من پیشنهاد او را رد کردم. سپس من را تهدید کرد که اگر این مسئله را بازگو کنم برای من پرونده درست می کند. یک مورد دیگر این بود که شب عاشورا هنگامی که در مسجد مشغول دعا بودیم، ناگهان همین فرمانده حالش بد شد و برگردون روی قرآن، و وقتی به اون نزدیک شدیم از بوی الکل نمیشد نفس کشید. آقای فاضلی، این فقط یک مورد بود که من بازگو کردم، صدها مورد دیگر من از این آخوندها دیدم. و تنها باید بگویم که اینها نه به خدا، نه به آخرت، نه به هیچ چیزی اعتقاد ندارن. همیشه به این امت بی سواد و خرافه پرست میخندن. من اوایل که برنامه شما را نگاه میکردم میگفتم شما کافر هستید، ولی وقتی حرفهای شما را به دقت گوش کردم فهمیدم حرفهای شما کاملا درست است. فقط کسی که خرد داشته باشد میتواند این حرفها و عقاید را باور کند. در پایان باید بگویم که من به این جذبه و اعتماد به نفس بالای شما حسادت میکنم و همیشه در کارهایم شما را الگوی خود قرار میدهم. از شیراز، اسمش هم نوشته. ببینید، از قدیم میگفتن با یک گل بهار نمیشه. در همین شهری که من زندگی میکنم، اگر کنسرت گوگوش باشه، من اگه بیام بلیت کنسرت گوگوش بخرم، همین شمایی که دارید من نگاه میکنید از فردا یه مرتبه برام تلفن میزنید آقا 5 تا برای من میگرد، آقا 10 تا برای من میگرد. من کاری ندارم گوگوش کیه چیه، به من مربوط نیست. با ساز و ضرب و اینام هیچ مخالفتی ندارم. اما ملتی که خودش رو داد و فقط نیناشناش خرید، به هیچ جا نمیرسه. من یا 6 ماه دیگه میمیرم یا 6 سال دیگه میمیرم، یه کسی دیگه میاد این حرفا رو میزنه. این یه کسی ها تک تکه. حالا شاید اون راحتی حرف زدن منم نداشته باشه، این سناریوشی هم که شما تحت تاثیر حرف من قرار میگیرید. به من امروز یکی تلفن کرده بود که کتاب میخوام، گفتم رو سایت بخرید، همین رضافاضلی.com رو سایت که برید راحت میتونید بخرید.
اما یادتون باشه پول پستم بدین، چون بعضی ها پول پست یادشون میره ولی من میفرستم بره. گفت آقا نفرستین. گفتم من که کتاب فروش نیستم که، من میخوام کتاب به دست شما برسه. حالا این کتاب 15 دلار استفاده میکنه، 10 دلارش میدم پول پست، 5 دلار باز استفاده میکنه، اون 5 دلار میشه کمک این برنامه. من این که به این قانعم، شما به این کمک نمی کنید. اما یه نفر میاد میگه من میخوام مسجد بسازم، یا 500 هزار دلار بهش میدم. همین مردم ایران، دکتر و مهندس، یه خانواده 10 نفری میره گوگوشو ببینه 1500 دلار میده، یه خانواده 10 نفری میره لاس وگاس و بر میگرده 5000 دلار خرجشه، یه کتاب 50 دلاری نمیخره. ماجرا چیه؟ دوستان عزیز، با یه گل بهار نمیشه. من از شماها نمیخوام شماها بیاید اینجا مثل من حرف بزنید. من از شماها نمیخوام علم مخالفت با جمهوری اسلامی بردارید. من از شما میخوام اگر این برنامه رو میبینید به راه خرد داره میره، به راه خرد ورزی میره، به درد آینده بچه های ایران میخوره، پشتیبانیش کنید. به دمی یا درمی یا قلمی یا قدمی. اینقدر من نباید بگم، باور کنید شما باید خجالت بکشید که من اینقدر میگم، چون خود من از خجالت عرق میکنم هر وقتی هر پا رو میزنم. دوستان، همه از من توقع دارن جواب ایمیلشون رو بدم، من نمیتونم چنین کاری رو بکنم. امروز اگر بیاین تعداد ایمیل های من رو ببینید، من 1400-500 تا عقبم. بعد یکی تلفن میکنه، یعنی ایمیل میسه، آقا من 6 تا ایمیل پرستم یکیش نخوندی رو ایر. مگه من تعهد دارم اینجا هر ایمیلی رو ایر بخونم؟ مگه روزی 250 تا ایمیل میشه رو ایر خوند؟ شماها ببینید، من راجع به خرد ورزی دارم صحبت میکنم. نمیدونم از کجا اومدین چی میگین. بعضی وقتا مثل اینکه دو تا زبون، مثل اینکه من ژاپنی حرف میزنم شماها فارسی. میلاد چند روز پیش نامه نوشته، من همینجوری یادم میره که بگم. اون کاری که میخوای بکنی بسیار کار خوبیه، فقط مواظب خودت باش. راجع به اسم دختر و پسر که خواستی، برو سراغ شاهنامه، بهترین اسما رو پیدا میکنی. یک چیزیه که اینجا مدتیست برای من اومده و من نخوندم، چون جنگ غزه بود، نمیخواستم که به من بگید دارم از کی پشتیبانی میکنم. حالا که آتش بس شده اینجا براتون میخونم. قابل توجه، گاردین خواستار محاکمه احمدی نژاد در دادگاه لاهه شد. این به این مربوط نیست. آقای جمهوری اسلامی، قاتل امروز غزه توی، نه اسرائیل. شاید ما الان خیلی دلمون بخواهد که از غزه حمایت کنیم، ولی چون تو پشت ماجرایی نمی کنیم این کار رو و حتی خودمان را به بیتفاوتی هم می زنیم. مثل دین که چون تو پشت آن قایم شده ای، جوری رفتار میکنیم که انگار دین در 1400 سال پیش به جای اینکه کامل بشود تمام شد. و واقعا که اگر اسلام اینی باشد که تو میگویی، من همین الان میروم و بت پرست میشوم. ترجیح میدهم جلوی گاو تعظیم کنم، جلوی تو عین ستون بیستم.
خدا را شکر میکنم که باید که پایه اعتقادات هیچ کدام از ماها تو نیستی که بود و نبودت با تمام زوری که برای ما برای ابقا میزنی جای ما را پیش خدایمان و جای خدا را پیش ما تکان بدهد. ما که عادت کرده ایم، ولی یک بار از خودت بپرس چطور هر جا که من هستم جنگ هست، آدم کشی هست، جنایت هست، بی خانمانی هست و در یک کلمه عزای عمومی هست. در این وضعیت خیلی خنده‌دار میشوی وقتی که عزای عمومی هم اعلام میکنی، انگار که الباقی ایام را با سپردن من و ما به زندان و اعدام جشن ملی کرده ای که حالا ما فقط در این یک روز به خصوص باید عزادار باشیم. دیگر همه می دانند و در تمام تاریخ هم همینطور بوده است که همیشه مقصر یک حادثه برای اعلام براءت خودش اولین نفری است که در حادثه سر صدا می کند و عزاداری. هیتلر هم وقتی رومل را کشت اولین نفری بود که در مراسم تشییعش با دوشنداز مشکی پیشاپیش همه راه رفت. این یک بازی خیلی قدیمی است. لااقل برو به فکر یک کار نو باش که ندیده باشیم و ندانیم و نخندیم که بهت این همه من واقعا نمیتوانم بفهمم که تو روی خودت آخر چقدر قیمت گذاشته ای که هزاران نفر در اسرائیل و فلسطین و عراق و جاهای دیگر حتی با پرداخت جانشان هنوز قادر به ارضاء تو نیستند. همه جای دنیا بوی تو با بوی خون با هم می آید. آن وقت دلت می خواهد تمام دنیا بهت اعتبار و اعتماد هم بکنند. خیلی با حالی به خدا. اگر اسلام اینی باشد که تو می گویی، من همین الان می روم و بت پرست می شوم. این نامه حدود این ایمیل حدود شاید 10 روز پیش برای من اومده بود، ولی تا جنگ به پا بود من نخواستم این رو بگم. ولی این رو همه میدونن که حکومت دینی خواست اونجا یه آزمایشی بکنه که کسافتکاریای خودشو در کشور بپوشونه و نتونست و دماغش کوبیده شد. یه مشت آدم بیگناه، 1300 نفر آدم بیگناه از بین رفتن. و حالا باز دوباره موشک بار میکنه میفرسته واسه اون اسماعیل حنیه، اونم پول میگیره براش فرق نمیکنه، اون داره عشقشو میکنه، میگه گور پدر اونا که مردن، اسرائیلی داره اسرائیلی رو میکشه، چی این فلسطینی داره فلسطینی رو میکشه، براشون فرق نمیکنه، اینا کسافتن، اسمش هم اسلامه. امیدوارم هم شما هم دوست عزیز کرمانشاهیمون همه به دنبال خرد بریم و چیزی رو در جهان جستجو کنیم که بعد به ما کمک بکنه. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.